امروز ما داریم برای آلبوم جدیدم تو یک ویدیو میسازیم و اسم آهنگم هست تو. پیام این آلبوم جدید شما چی هستش؟ پیام خاصی به اون صورت نداره، ولی چون که به سه زبون هست، به زبون فارسی و انگلیسی و فرانسوی، این یه کار بین المللیه و خیلی از آهنگ ها راجع به عشق و دوستی و حس مثبت هست. این آهنگی که امروز دارم اجرا میکنم، ویدیوش میکنیم، اون اسمش هست تو و یک آهنگ عاشقانه است و دارم برای کسی که عاشقش هستم، حالا میتونه یک انسان باشه یا میتونه خدای یه نفر باشه، این آهنگ راجع به اونه. رازه تو چشات، یک رازه، یک نقش، یه هوای تازه، بوسه بی تو بی. جان، فرق این آلبوم تازه با آلبومای که قبلی پخش کردی چی هستش؟ خب یکی از چیزایی که هست، همونجوری که توضیح دادم، این به سه زبان مختلفه، بیشتر حالت بین المللی داره و همچنین خیلی حالت آمبیانس داره، یعنی شما میتونین بهش گوش کنین در هر جایی که هستین. یعنی فقط خب آلبومای قبلی بیشتر آهنگا همه به فارسی بود و آهنگا ایرانیه، ولی این یه میکسیه از آهنگای شرقی و غربی و برای خیلی ریلکسینگه و میدونین این تیپش هم بینه. دستا زندگی میسازه، این یه کار مستقله که خودم همه این مسئولیتشو به عهده گرفتم و برای همین خیلی هم برای من عزیزه این آلبوم، یعنی از اول تا آخرش خودم اینوالو همه کاراش بودم. آلبوم تازه شما به اسم تو از کجا میشه تهیه کرد؟ در اینترنت میشه از طریق آیتونز، از طریق amazon.com، CD بیبی و حتی سایت خودم شهرزادمیوزیک.com اینو تهیه کرد و رادیو جوان. وقتی آهنگ های شما رو میشنوم، مثل اینکه از ته دل دارین صحبت میکنین. قدرتتون رو از کجا میگیرین برای این آهنگ ها؟ خب دیگه بعضی ها دوست دارن که مثلا تلفن کنن به دوستشون، با هم دیگه درد دل کنن. بعضی ها دوست دارن مثلا چیز بنویسن، درد دل کنن، ولی من واقعا وقتی که آواز میخونم، یکی از موقعی که میتونم اون چیزی که تو دلم هست و بیان بکنم، برای همین انقدر برای من مثل تراپی میمونه و موثره در اینکه حس بهتری داشته باشم، که واقعا از ته دل حرفمو میخوام بزنم. تو یک دنیا جادو، تو یک دریا رمزی، تو تنها تکرار حرفای منی. من شنیدم که از 5 سالگی داشتی آهنگ میساختی، ولی مامانت کمک میکرد که این آهنگا رو برای شما بنویسه. آره، یه کاری که میکردیم من و مامانم این بود که روی تاب میشستیم تو حیات خونمون، یه دفترچه داشتیم، من مثلا شعرها رو میگفتم و مامان مینوشت، چون که من که نمیتونستم بنویسم. بعدن که زمان گذشت، من شروع کردم و روی بعضی از شعرها مثلا یه آهنگای ملودی میذاشتم، برای فان بود. حقیقتش این بود که من یادم رفته بود که اون کارو میکردم، تا اینکه دو تا از دوستامو که از ایران بعد از سالها دیدم، گفتن ما یادمون میاد که تو همش روی این مثلا شعرهای مختلف هی آهنگ میذاشتی و میخوندی. این خاطره برای اینا بود که یهو زنده کرد برای من خاطره. اینم تو ایران بود؟ در اولین فکرت وقتی رسیدی به آمریکا چی بودش؟ خیلی خوشحال بودم وقتی رسیدم آمریکا، برای اینکه آزادی میخواستم.
میدونی، و عجیب دلم میخواست توی دریا برم و ماهیو بپوشم. 13 سالم بود. یه عکس دارم از بچگیم که توی از دریا اومدم بیرون و رو پوش تنم، رو پوش خیس، با که تو فیسبوک هم هست، با روسری و اینجور چیزا با دوستم وایستادم. وای این حس، این شن که توی لایه مثلا شلوار اینا بود. گفتم میخوام فقط بزنم بیرون برم تو دریا، این حس دریا رو، آب و بدون این همه لباس. پیام شما برای طرفدار شما چی هستش؟ خب میخوام ازشون خیلی تشکر بکنم که اصلا طرفدار من هستن و خیلی دوستتون دارم و خوشحالم که دارم به کارم ادامه میدم و بعد از این آلبوم هم حدود 6 ماه دیگه منتظر یک آلبوم جدید باشین که به نظر من آلبوم بسیار خوبی خواهد بود. خیلی امیدوار هستیم که بشنویم. مرسی، لطف کردید. For behind the scenes. Rod Baharlou, Wynn Television, Los Angeles.